عشق ابدی. به عنوان یه عضو جوان برای من مایه افتخار و سربلندیه که به ریاست انجمن بین المللی جراحان مغز و اعصاب منصوب شدم. به شما اطمینان میدم که همراه با همکارانم با وجود همه مشکلات هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم. ممنون. روز بود که بارون میومد. از شانستون امروز هوا خوب شد. قدمتون خوب بوده. احتمالاً از خارج داری میای نه؟ بگو. استاد ببخشید مزاحم شدم. اگه وقت دارید بابت آقا مسلم تماس گرفتم. همون مریضی که اضافه وزن داره. تا امروز خوب بود ولی صبح یهو بهش حمله دست داد. منم گفتم بهتون خبر بدم. یه سی دی باشه کریم. تو مریضو ببر برای توموگرافی. منم دارم میام استانبول. اگه پرسیدم بگو تو راهه. ببخش مراقبت‌های ویژم خبر بدید. یه وقت سورپرایز نشه. خیلی مونده؟ پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. سه روز خارج. این دیگه چیه؟ کشور؟ خارج از کشور خواهم بود؟ انگار داره نسخه می نویسه با این خطش. اون یکی چمدون رو برداشتم، چمدونی که گذاشتم خونه خالی بشه خالیش کردم، لباسای توش شسته شه، اینم که تو ماشین لباس شویه. دیگه داشتم ناامید می شدم، اومدی روزم و ساختی کوچولو. چه
چقدر تو خوشگلی، خوش اومدی. اگه از جلوی پیشونی وارد بشیم، شانس دسترسی به تومور بدون آسیب رسوندن به بافت بیشتره. حتی در نظر دارم به تومور دومم از همینجا دسترسی پیدا کنم. یکم با متد قدیمی تفاوت داره، ولی گزارشایی هست که تو چند مرکز انجام شده. البته هیچ باغچه‌ای بدون خار نیست. عمل پر ریسکیه. برای همین بهتره که با هم تصمیم بگیریم که بعدش همه تقصیرها گردن تیم من نیفته. به نظر وضعیت بیمار جوریه که میتونه بیهوشی رو تحمل کنه. از نظر من مشکلی نیست. واقعا ریسکش زیاده. چون احتمال زنده موندن بیمار خیلی پایینه، به امتحانش میارزه. من میگم نظر بیمار و نزدیکاشون بپرسین. گرچه به دکتر اعتماد دارن، فکر نکنم مخالفتی داشته باشن. ولی باز باهاشون حرف بزنیم و بعد آمادگی لازم برای جراحی رو انجام بدیم. خب بریم سراغ بیمار بعدی. قرار بود آخر هفته با قایق بریم گردش. الانم باید تو قایق می بودیم. اما بازم تو این عملو انداختی وسط. آفرین واقعا. رمزی اون تو دک و دماغش آویزون شده بود. یکم بهش اکسیژن دادم. حالش جا اومد. آروم شد. کارتون شده سر به سرم گذاشته. به لطف تو نه قایقی نه یه استراحتی. چی میشد این جراحیو مینداختی هفته بعد؟ ببین کیوم. دکتر جان. چند روزی اصلا وقت نکردم ریاست انجمنو تبریک بگم. مبارک باشه. ممنونم. موفقیت بزرگیه. میتونیم تو جشن 25 سالگی بیمارستانمون جشن بگیریمش. آقای حمدی هم میخواد ازتون تقدیر کنه. البته از من نشنیده بگیرید. این هفته باید برم دانشگاه باکو سخنرانی دارم. حتی همین الانم باید برم فرودگاه. امسال من نیستم. واقعا؟ ندیدم ویزیتاتون رو لغو کنید. لحظه آخری شد. البته به بیمارستان گفته بودم هماهنگ کنم. سه روز میرم و میام. ای بابا دکتر، این پسره رو نذارید بره خارج. میره اونجا یا یه بیمارستان چیزی تورش میکنه، بعدم میشه فرار مغزها. انگار باید میز گردایی بیشتری داشته باشیم، چاره دیگه ای نیست. به هر حال سفر خوبی داشته باشید. حالا یه بهونه داریم که وقت دیگه بازم جشن بگیریم. خسته نباشید. تو هم همینطور. ببین کارفرما به این خوبی هی بهت میگم دختر خوبیه، پشیمون نمیشی. تو هنوز داری ناز میکنی، بی خیال داداش، را بیا دیگه. سفر خوبی داشته باشین آقای جان. خیلی ممنونم. روز خوب. برو بیمارستان. چشم حتما. سلما، جلسه باکو رو کنسل. به اسماعیل زنگ بزن، بگو برای یه عمل اورژانسی دارم برمیگردم بیمارستان. چرا هنوز بستر تومور رو بر نداشتن؟ صبر کن. ببین، اونجا چند تا تومور هست. وقتی نگاه کردی گفتی همشو میشه در آورد. ولی اون خوب میدونه کدومو باید در بیاره. ببین پشت در موندم. مرتیکه حیوان قفل رو عوض کرده. فکر کن چه حوصله‌ای داره. از کادیکای پوشیده اومده اینجا قفل رو عوض کرده. آبجی تو باهاش حرف نزدی؟ حرف زدم. گفتم تا هفته آینده حلش میکنم. گفت باش. نتونسته منتظر بمونه. من باید پروژه‌مو آماده کنم. لباسم افتضاحن. باید میشستمشون. میخواستم برم دوش بگیرم. هزار تا کار دیگه داشتم آخه. فعلا برو پیش آبجی باده. نه خونه نیست. مگه قرار نبود بره خونه این زنه که پیشش کار میکنه؟ آره قرار بود بره خونه گیلاقیشون آماده کنه. بعضی وقتا حواسم پرت میشه، یادم نبود. من وقت ندارم، پس میرم خونه فونداینا. امشب اونجا میمونم. تو چی کار میکنی؟ من خودم یه کاریش میکنم، تو نگران من نباش. ببخشید آبجی جون. باشه. نه آبجی این چه حرفیه، تو ببخش. همین جوریشم به خاطر دانشگاه من همه پولمونو. بجون برو به کارت برس. من با صابخونه خودم حلش میکنم. باشه، تو فقط به فکر درست باش. خیلی دوستت دارم. منم دوستت دارم. شب بخیر. شب بخیر.
به خدا که چشم من تو باکو رفتنتون نمونده. نمیدونم دیگه، اونو به وجدان خودت میسپار. البته که ناراحت هم نشدم. خب فردا تو جشن میتونیم با هم باشیم. شب بخیر. شب بخیر. میتونیم با هم باشیم، با هم باشیم، با هم باشیم. پسری مسخره بازی ها رو ول کن، بگو فردا رو چی کار کنیم. با برین نمیتونم تو جشن دیگه رو میبرید داداش. اینجوری خیلی مؤدبانه دختره رو دک. مثلا کی؟ آدا، دختر خوشگلی. که بیاد دیگه دست بر نداره. اصلا این اون یه وکیله. اون دیوونه است بابا. 43 تا گربه داره. اخ، بلا به دور چه آدمای پیدا میشن. خب دیگه کی هست؟ کی هست؟ کی هست؟ کی هست؟ کی هست؟ کسی هست؟ ببینم دیگه کیو داریم وایسا. کیو داریم؟ آیشه اون دختر خوبیه. اون بچه میخواد. گفت بیا اسمش هم انتخاب کنیم. طوفان چطوره؟ از اونجایی که اینقدر کچ سلیقه‌ای، همون برات گزینه مناسبیه داداش. با هم چند تا بیمار ویزیت میکنین، حال میکنین واسه خودتون. یه فکری بکن. آره فعلا من رفتم، میبینم. ممنون، شب بخیر. شب بخیر آقای دکتر. کیه تو خونه من؟ خدمتکارتون زینب پرچین، 4 ماه پیش استخدامش کردم. مشکلی پیش اومده؟ صبح بخیر آقای دکتر. قهوه؟ براتون توضیح میدم آقای دکتر. به خدا این اولین باره که موندم. الان این باید اینطوری بگم که خب اگه بگین چجوری شد، من برای کار که میمدم به خدا تا الان هیچ وقت نموندم. یه لحظه وایسا زهرین، یه نفس بکش. زینب اونا رو بعدن جمع میکنی. میشنوم. یه مشکلی هست. دیروز خواهرم زنگ زد گفت قفل در عوض شده، قفل خونمون. یه کمی بدهی داشتیم به صابخونه. خب خرج دانشگاه اینا هم بود، برای پروژه پرداخت کردیم. چیزارم که چیز نکردیم دیگه، قفل رو عوض کرده. صابخونمونو میگم. اجاره صاحب خونه رو ندادی، قفل در رو عوض کرده و تو اینجا خوابیدی، درست فهمیدم؟ فقط امروز. امروز فقط، یعنی خواهرم که سر شب زنگ زد منم مجبور شدم که اینجا بمونم. واقعا معذرت میخوام، خیلی خیلی عذر میخوام. قبلا که شما نبودین هیچ وقت نمونده بودم، این اولین بارم بود. بله، حال پدرتون چطوره؟ دارویی که برای سر داده بودم ممکنه دوزش ناکافی بوده باشه. آخرین بار کی تست خون انجام دادی؟ امروز یه آزمایش دیگه بده که بتونم دوز دارو رو تعیین کنم. بلا بدور. چقدر؟ یه شب. به خدا یه شب. میگم بدهی چقدره؟ آها، اون اجاره 3 ماه. یعنی حدوداً 2700 لیر. ولی خب چارش رو پیدا کردم.
به جز اینجا یه خونه دیگه هم هست که میرم. خونه فرید خانم اینا، زن و شوهر معمارن. آدمای خیلی خوبی هن. البته به هست شما نباشه گفته بود اگه مشکلی داشتی میتونی بیای اینجا. پسر ول کنیم مسخره بازی رو. بگو فردا رو چیکار کنیم. با برین نمیتونم برم. خب با خودت یکی دیگه رو میبرید داداش. اینجوری خیلی مؤدبانه دختره رو دک میکنی. خب بهشون میگم دیگه، میگم در عوضش براتون کار میکنم، باشون حرف میزنم. بله بفرمایید آقای ساله. امروز بیارید ببینمش، از بیمارستان یه وقت بگیرید. بلا به دور باشه. من امشب باید به یه مهمونی برم. باید یکی رو با خودم ببرم، ولی من کسی رو نمیخوام. به خاطر یه دلایلی. امشب با من به مهمونی بیاد. 2 ساعت بمونی هم کافیه. منم از همه این اتفاقات چشم‌پوشی میکنم. اجارت هم تسویه میکنی. بدهیت هم پرداخت میکنم. ولی اگه یه بار دیگه اینجا بمونی یا از حد خودت بگذری، توافقمون به هم میخوره. قبوله؟ چه مهمونی؟ جشن سالگرد بیمارستانه. نگران لباسم نباش، حلش میکنم. شیش اینطورا کار تموم میشه. آره. راننده میاد میبرد تارشگاه، بعدش میاره اونجا. اونجا میبینمت. 8:00. آدرس خونه‌ای که میخوای بریم سلما بهت میده. خدا حافظ. دیر نکنی. آقای دکتر. من یه خواهشی داشتم، البته اگه وقت داری. این مال همسایمه، یعنی مثل خواهرمه. خیلی وقت به هم نزدیکیم. به دکترهای دیگه نشون داده ولی بهش گفتن کاری نمیشه کرد. شما که اینقدر خوبیم، میگم شاید بشه یه کاری براش کرد. شاید متوجه نشدن. دختر ازم خواهش کرد. همسایت؟ بادشنگو. من امروز نگاه میکنم و شب بهت خبرشو میدم. بلا به دور باشه. صبح خیلی. روز خوش. بفرمایی. اتاق شماره 5 آقای دکتر. صبحتون بخیر. صبح بخیر. چشمتو باز کن. حالا بالا رو نگاه کن. میشنوم. دکتر، استاد جان، هرس رو 1 سال پیش عمل کردیم. دیروز فیلماشو نشونتون دادم. تو ریه هاش یه توده داشت. دیروز عکس گرفتیم. کنار همون یه توده دیگه. یعنی دوباره به وجود اومده دکتر؟ نه. این که اصلا تعجب نداره. انتظار همچین چیزی رو داشتیم. جای نگرانی نیست. ما همون روند درمانی رو ادامه میدیم. اتاق شماره 7 دکتر. آفرین بهت. نشون دادی که یه دکتر چقدر میتونه بیرحم باشه. زنه همینجوری هم برای بچهش نگرانه. واقعا که اصلا قابل بخشش نیست. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. گفت تو با هم بیا مهمونی، منم همه بدهی تو میدم. نگاه کن، من دارم جدی میپرسم، تو داری هی داستان میبافی. درست حسابی تعریف کن ببینم چی شده. چی میدونم، من مهمونی بیمارستان انگار. انقدر ترسیده بودم که نفهمیدم چی گفت. یه مهمونی دعوته که بهم گفت با هم بیا و کنارم باشم. یعنی چی؟ چه مهمونی؟ چه دعوتی؟ دختر داری چی میگی؟ ببین به خدا داری پرت و پلا میگی. اون همه قسم خوردم عزیزم، دیگه چی بگم؟ میگم شب میخواد بره مهمونی، منم میخواد با خودش ببره. گفت نمیخواد با کسی بره، ولی تنها هم نمیتونه بره. گفت فقط بیا 2 ساعت کنارم باش. یعنی گفت یه جورایی سایه من باش. دختر میگم یه وقت عوضی نباشه. نه بابا، واسه این کارا وقت نداره. آدمی که سرش همیشه شلوغه.
اراده کنه کلی هم دختر دور و برش هست، مونده که واسه من عوضی بازی در بیاره. ببین چه حرفایی میزنه ها. خب پس یکی از اونا رو برداره به خودش ببره دیگه، با تو چی کار داره؟ ای بابای مهمونی دیگه، میرم دو ساعتی شام میخورم برمیگردم باده. الکی به هم گیر نده. حالا اینکه میخواد بدهیم و بده یه طرف، همین که تو خونش مشمو گرفت و چیزی نگفت، یعنی بهش بدهکارم، تازه دکتر مشهور و معروفیه. دختر یعنی تو الان جدی جدی میخوای با دکتر رو بری مهمونی خوش بگذرونی؟ خب بگو ببینم چی میپوشی. نمیدونم، باده بهم گفت ردیفش میکنم، حالا شب همشو برات تعریف میکنم. تو شب برمیگردی دیگه نه؟ آره برمیگردم. چیزه، ببین چی میگم، سی دی رو بهش دادی؟ آره دادم. قسم بخور. میگم دادم دیگه، قراره نگاه کنه شب بهم بگه. خوبه خوبه، پس من شب منتظرتم. ببین همین که اومدی بیا پیشم باشه. دکتر جون به سلامتی، امشب دستت تو دست برین میذاریم دیگه. بگو قربونی بدیم، بگو بگو. این دختر خدمتکاره رو میگه، همین که برای نظافت میاد، برا روش خوبه. همش دو ساعت دیگه، کاچی به از هیچیه، قبول کن. تو دیگه کی هستی؟ اوه این دیگه چیه؟ شنا نمیخوای بگی که اینم یه دستی درش میاری؟ نگاه کن ببین چطور رفته تو عمق. ببین به اونجا دقت کن، احتمالا قبلا یه خونریزی هم داشته. تو لندن یه کیس شبیه به این داشتم. نه بابا، درش آوردن؟ آره درش آوردن، درش آوردن، ولی مریض رفت تو کما. کیس های اینجوری خیلی پر ریسکه، باید دیوونه باشی. هنوزم اونقدر دیوونه نشدم. میتونم بیام تو؟ آره بیا. اولین مقالتون چاپ شده، لطفا امضاش کنید آقای دکتر، میخواییم قابش کنیم. البته همین الان. استاد طوفانم میخواد کارنامه دبستانشو بیاره، آخه به نمرهاش خیلی افتخار میکنه. مقاله های یه دکتر بیوشی به درد کی میخوره آخه؟ مگه نه دکتر برای؟ والا تو این بیمارستان تنها متخصصی هستی که میتونه هممون رو خواب کنه، خرابکاری کنه استاد طوفان. ولی نمیخواییم از دست بفرما. خب شب میبینمت. آره میبینمت. خسته نباشید. همچنین. خدافظ. میبینمت میبینمت میبینمت. زینب خانوم؟ میریم مغازه یه طراح مد که از دوستای آقای دکتره، بعدش هم یه آرایشگر معرفی کردن که میریم اونجا، ولی اگه خودتون آرایشگاه دیگه ای میشناسی میتونیم بریم اونجا. نه بابا، هر جا که آقای دکتر بگن خوبه. باش. به به، ستارمونم که اینجاست. خوش اومدی. ممنونم. فرصت کرده بودی به جوانترین رئیس انجمن بین المللی مغز و اعصاب تبریک بگی؟ تلفنی حرف زده بودیم، ولی اولین بار رو در رو حرف میزنیم. واقعا تبریک میگم. خیلی ممنون، لطف دارید. یکم باید با هم حرف بزنیم دکتر. شایعاتی شنیدم که بعضی از بیمارستانهای بی اسم و رسم سعی دارن شما رو گول بزنن. یه امشبو بگذرونیم در مورد اینا حرف بزنیم. منم یه چیزایی هست که میخوام دربارش با تو صحبت کنم. خب منم میدونم یه مشکلاتی هست، ولی غیر قابل حل شدن نیست. اوه
میبینم جمعتون جمعه. سلام، خوش اومدید. دیر که نکردم. برین جون، شما به چشم نمیاد. برین خانم. آقای جان، تعجب کردیم که شما رو تنها میبینیم. راستش من با دوستم اومدم، ولی چون از اتاق عمل مستقیم اومدم فرصت نکردم برم خونه دنبالش. با اجازتون من برم. آو خانم زیباییه. دختر قشنگی، خوش اومدی. خیلی ممنون. لباس و دوستت انتخاب کرد، گوشواره اینا رو هم قرض دادن به. قشنگ شدی. یعنی شده، هم لباس و هم گوشواره ها قشنگ. ممنونم آقای دکتر، فقط من نمیدونم دست و پامو چی کار باید بکنم. انشالله کار اشتباهی نکنم که شما خجالت زده. امشب آقای دکتر نداریم جان، بعدش هم این چیزی که من میبینم امکان نداره منو خجالت زده کنه. خب ببین، این موسفیده که پشت سرم میبینی صاحب بیمارستانه اونه، یعنی رئیسم. کنارش زنشه، اون یکی هم مدیر طبی پزشکان. صاحب بیمارستان، زنش مدیر تکنیکی. مدیر طبی، یعنی یه جورایی مدیر منم میشه. خیلی خوب، مدیر طبی باشه، فهمیدم. الان تو رو بهشون معرفی میکنم، بعدش میریم داخل، یکی دو ساعت میمونیم و میریم. متوجه شدی؟ بله متوجه شدم. عالیه. شما رو با دوستم آشنا میکنم، زینب. خانم برین، آقای حمدی، خانم گلگون. سلام زینب، تو هم تو بیمارستان مایی؟ زینب شرکت خودشو داره، یه شرکت نظافت و خدمات. واقعا؟ آره. اتفاقا ما خیلی از شرکت طرف قراردادمون ناراضی هستیم، برین همش داره غر میزنه که راستش ما اون قضیه رو حل کردیم، میخواستم بعداً بهتون بگم. امشب هم میخوایم در مورد کار حرف بزنیم. به نظر من این خانمای زیبا رو درگیر کار. راست میگی، من فکر کنم بازم جوگیر شدم. خب پس خانم ما میریم تو، بفرمایید دستمو بگیرید لطفا. بفرمایید. معذرت میخوام، در مورد کارت تو شرایط سختی قرارت دادم. نه هرچی شما بگین، اصلا مشکلی نیست. اگه بدونی امشب منو از چه مصیبتی نجات دادی. اگه امشب بدون بلا پشت سر بذاریم انشالله منم خیلی خوشحال میشم. گفتی بلا، تو رو با بلای جونم دکتر بیهوشیمون آشنا میکنم، دکتر طوفان. زینب خانم، از این که همچین تاثیر عمیقی رو داشتم. زینب خانم خیلی خوشبختم، شما به حرف اون گوش ندید. استاد جان الان برمیگردم. آدم خوب، چون این همه دکتر اینجا هست فکر کنم بشه یکم ضد سلامتی رفتار کرد. بفرمایید. سوختم. از اینم بزنید که بهتر شه. یه تونه دیگه. البته بازم سوخت. اگر هم سوخته باشم دیگه نمیتونم. اما این دفعه منم سوختم. دو دقیقه تنهاتون گذاشتم، چی شد اینجا؟ در خدمت آقای دکتر بودی. روز زینب خانم 3 ثانیه‌ای اثر کرد. تا حالا رو همه داروهای بیهوشیم تان کردم، این اتفاق نیفتاده. خیلی عالیه. ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. زینب جون، باید تو رو با یه نفر آشنا کنم. یکی از دوستام جدیدن یه بیمارستان چشم زده، برای استریل کردن محیط هنوز با کسی حرف نزده. بیا آشناتون کنم، به نظرم میتونید به هم کمک کنید. بیا زود باش. میگم این اضافه چیو از کدوم شرکت پیدا کردی؟ آدرسشو بده، تلفنشو بده، یا اگه این زینب خانم بسر یواشته ببینه طرف حتی نظافه چیش هم منکنه. واسه اون زینب، واسه ما ندرتی بیدون. خیلی خوشوقتم. همچنین. خب دیگه تنهاتون میذارم، در مورد جزئیاتش با هم حرف بزنید، بعدم میبینم اتون. شما بیشتر با چه برندهایی کار میکنی؟
منظورتون از برن چیه؟ من معمولا لیست میدم، اونا میرن میگیرن. اگه اجازه بدید یه وقت دیگه حرف بزنیم. بریم. شبتون بخیر، خوش آمدید. همه ی حاضرین اینجا میدونن که من چجور آدمی هستم. نمیخوام با جمله های عبث و طولانی زیادی خستتون کنم. از اینکه 25 سالگرد گروه تیم سلامتیمونو با اعضایی مثل شما جشن میگیریم به خودم میبارم. حالا که تریبون در اختیارمه، میخوام از اولین رئیس ترک انجمن بین المللی نورولوژی، دکتر عزیزمون پروفسور دکتر جان توزمن تشکر کنم. ازشون دعوت میکنم تا چند کلمه‌ای به ما افتخار بدن. از همه ممنونم، مخصوصا از استاد حمدی. من تو نوجوانیم بچه خیلی زشت و دست و پا چلفتی. وقتی نتونی کاری بکنی مجبوری همش درس بخونی دیگه، قضیه همین. به افتخار پرنسسی که شاهزاده قورباغه زشت رو به شاهزاده واقعی تبدیل کرد. ایشون هم بین ما هستن. استاد طوفان، امشب شما تدارک چی هستین؟ زندگی همینه پسر، خوش بگذرون. مگه نه زینب؟ آره. خیلی خوب، من برم اینا رو بذارم بیان. زینب خانم، حداقل تو ماشین که میتونید هم بریم. خب خیلی معذرت میخوام، من آب میخواستم ولی آقای دکتر همش داشت از اونا برام میآورد. عذرخواهی نکن، اگه داره خوش میگذره مشکلی نیست. خیلی یه وقت فکر نکنی امشب همینجا تموم میشه. میرید سوپ فروشی؟ من رمه‌های بهتری دارم. فقط آقای حمدی. اعتراضی نباشه، اعتراض قبول نیست. مگه نه عشق من؟ حمدی اعتراض قبول نمیکنه. ببین منم اعتراض نکردم. زینب فردا یه جلسه مهم داره. جلسه ها برای عقب انداختن هستن دیگه دکتر. سر منو که نمیتونی گول بمالی. خب دیگه حله، حله. هیچ جا نمیریم، نگران نباش. خیلی خوب باش. بیا اینجا عزیزم، بیا بیا. اوف، این نباید بزرگتر باشه؟ هواپیمای خصوصی آقای حمدی. شخصیه یعنی؟ مثل ماشین؟ من تا حالا سوار نشدم. منم نفهمیدم چطور کارمون به اینجا کشید، ببخش. دیدی که چجوری خوشحال شد عزیزم ها؟ این یعنی احساس مسئولیت پذیری. آره، من که بهت گفته بودم طرف مناسب به همین کاره. آره همینطوره. وقتی نشستین کمربندتون رو ببندین لطفا. اینجا زینب، باید از اون طرف ببندش. آره. زینب، تو از پرواز میترسی؟ من... هر دفعه همینطوره.
بخیر قربان، خوش اومدین. روز بخیر ملتم. سلام، ممنون. خیلی خستتون کردیم. ملتم خانم راهنماییتون میکنه اتاقتون. فردا یعنی امروز ظهر ساعت 12 اینطورا برای صبحانه همدیگه رو میبینیم. البته، مشکلی نیست. نه خوبه. خیلی خوب، پس روز خوبی داشتیم. شما هم همین. فکر کن اینا بخوابن. بفرمایین قربان، لطفاً دنبالم بیاین. اوضاع از کنترلم خارج شد، معذرت. اصلا خودتو ناراحت نکن دکتر. تازه من برای چیزی که تو عمرم یه بار قراره ببینم ناراحت نمیشم. انگار هوشیار شدی. هواپیما عقل و هوشم مبر سر جاش. بفرمایی براتون لباس آماده کردم. پیژامه های نوعی که گلگون خانم برای مهمونا در نظر گرفتن توی کمد هستن. اگه خواستین نوشیدنی میل کنین یه یخچال کوچیک اونجا هست. بازم اگه چیزی لازم داشتین من تو حیاط پشتی هستم. کافیه صدام کنی. ممنونم. با اجازتون. کاریش نمیشه کرد. من به بیخوابی عادت دارم، میرم تو حیات. تو راحت چی میگی؟ مگه میشه؟ من الان برای خودم اینجا رو زمین یه جای خوب میندازم، نگاه کن. نه نمیخواد، این کارو نکن. نمیشه. تو راحت باش. باشه؟ آقای دکتر، شما خسته این. خب ببینین این تخت خیلی بزرگه. حالا که اینطوره هر کدوممون یه گوشش میخوابیم. اونقدر خستم که نمیتونم بگم نه. به خاطر امشب خیلی ممنونم. تو خوابم نمیتونستم همچین چیزی ببینم. من ازتون ممنونم دکتر جان. من میرم یه هوایی بخورم. تو لباساتو عوض کن. سلما، من دوشنبه بعد از ظهر میام بیمارستان. برای آنجیای نیهان خانم با دکتر اوهوس هماهنگ کن. بعد از ظهر انجام شه. میخوام خودم بالا سرش باشم. دورای صبحم آسم انجام بده. گزارش رو برام بفرست. خسته نباشی. زینب. زینب. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر دکتر جان. گلگون خانم، من به چی گفتم؟
آره راست میگفتی. والا ما فقط همین قد از دستمون برمی اومد که واسه این پسر انجام بدیم. به نظرم بدیم. که فوق العاده است. خیلی هم عالیه. زینب کجاست؟ زینب تا بیدار شد دلش خواست تو حیاط قدم بزنه. کدوم طرف؟ از اون طرف سمت پایین. من برم صداش کنم. چه میخوری؟ قهوه. باید اول بیدار شم. زینب 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 کجایی؟ زینب صبح بخیر. صبح بخیر. چرا کفشتو نپوشیدی؟ تا زمینی برای پا گذاشتن پیدا کردم، فوری درشون رو بردم. اینا رو از اونجا پیدا کردم. خوشمزه است. خوشمزه است؟ نه. اینا چیه؟ گیاهای خوبی اونجا هست. پونه، بابونه، یکم هم اسفناش پیدا کردم. غذا با اینا خوشمزه میشه. آه راستی، یه عالم آویشنم پیدا کردم. خیلی پرخاصیته. واسه شکم درد و این چیزام خیلی خوبه. با همه چی هم خوب میشه. با گوش، با ماهی، چه بپزی چه سرخش کنی، با همه چیز سازگار و خوبه. مثل تو هم هر جا میری باهاش سازگار میشی. از اون لحاظ گفت. بله سلما. آقای ساله رو ساعت 3 وقت بده. ایلار خانوم هم میتونه عصر بیاد. مشکلی نیست. اگه براش مناسبه. باشه. آقای همدینا منتظرم. بریم. راسته شما که نبودین جرئت نکردم پیششون بمونم. گفتم یه وقتی سوالای میپرسن نمیتونم درست جواب بدم، بعد شما رو تو درد سر میندازم. من تو رو تو درد سر انداختم، ببخش. فکر نمیکردم این همه طول بکشه. دیگم من و شما خطاب نکنم. باشه. راستی عکسایی که بهم دادی رو بررسی کردم. دیشب فرصت نشد حرف بزنیم. دوستت خیلی دلم میخواست میتونستم براش کاری بکنم، ولی تومور جای خیلی بدی قرار گرفته. ظاهرا قبلا یه بارم خونریزی داشته. البته این تومور سرطانی نیست، ولی مورد خیلی نادر و تهاجمی. یه جور تومور رگیه. هیچ دکتری نمیتونه وارد اون قسمت از مغز بشه. اگه پیدا شه عوارض بعد از جراحی میتونه خیلی خطرناک باشه. ممکنه فلج بشه یا بدتر از اون تا آخر عمر تو بیمارستان رو تخت بمونه. احتمال اینکه از اتاق عمل زنده بیرون بیاد 5%. به نظرم برای این احتمال کوچیک نباید ریسک کرد. اگه خوش شانس باشه چند ماه دیگه میتونه خوب زندگی کنه. من میتونم کمکش کنم. این روزا رو راحت بگذرونه. آسون ترش میکنیم براش. میگم چند ماه دیگه، ولی بستگی به خونریزی بعدیش هم داره. کسی نمیتونه زمان دقیقش رو بگه. ممکنه فردا باشه، ممکنه 3 ماه دیگه. خب اینا رو تقریبا میدونستیم. درست به موقع رسیدین. چای و قهوه هم همین الان اومد. وای زینب، این لباس بیشتر از من به تو میاد. ممنون. ببین با کیسه غنیمتاش اومده. بالاخره یکی مثل من پیدا شد که قدر و ارزش این باغچه رو بدونه. سبزیجات خوبی پیدا کردم. اگه اجازه بدین امشب من شام بپزم. البته اگه شبو میمونیم. آره آره، اینجاییم، نگران نباش. البته کلی حرف دارم که باید به جام بگم، ولی بهتر این روز بهاری کنار ما از دست ندین. این طبیعت منتظر شما دو تا جوون عاشقه. نظرتون چیه بعد از صبحونه بگم قایق آماده کنم برید اون طرف دریاچه؟ جای خیلی خوبیه. باشه، میریم میگردیم. Thank you.
اگه نمیخوای استراحت کنی تو ادامه بده. برگشتنی از اینجا با هم. گفتن اونجا یه کافه هست که منظره خیلی قشنگی داره. بالای اون تپه؟ چیزی نمونده، همینجاست. اگه نبینیم حیفه. به نظرم برای قبرستون جای خوب. خب آدم وقتی سربالایی بره و حرف بزنه اینطوری به نفس نفس میفته دیگه. اگه گوشیو بذاری کنار راحت میتونی بیای بالا آقای دکتر. جان، حالا تیکه میندازی؟ نه، استغفر الله، این چه حرفیه؟ میگم خب آخر هفته بهتره یکم استراحت کنی، چون اصلا استراحت نداری. واسه همین این هفته 4 تا جراحی مهم دارم. این چیزا فقط دست من نیست که. بیمارا ناراحتی قلبی دارن، قند خون دارن. برای اینکه برای جراحی آماده بشن، باید همه اینا رو برنامه‌ریزی کنی. من از کار دست بکشم ممکنه زندگی یکی تو خطر بیفته. یعنی میگی زندگی خودت اگه از دست بره بی نداره دیگه. تو چرا اصلا عکس نمیگیری؟ خب دارم میبینم. مگه میشه؟ وقتی داری عکس میگیری کیف اون لحظه رو از دست میدی. حالا دیگه همه تو دستشون یه گوشی دارن، همه هم عکس میگیرن، انگار همشون عکاسن. یکی نیست که اطرافشو درست نگاه کنه. من دوست دارم نگاه کنم. باشه، ولی حالا یه عکس ازت بگیرم. باشه، یه دونه بگیر. کجا؟ اونجا خوبه؟ خوبه، زود باش برو. واقعا همونطور که میگن خوشمنظره است. خیلی قشنگ. اون خونه رو تپه خیلی خوشگله، نه؟ اون خونه خرابه رو میگی؟ اینطوری بهش نگاه نکن، فقط یه چند تا دیوار لازمه که تعمیر بشه. حیاتش رو تمیز میکنی، گل و گیاه میکاری، جلوی خونه هم گلای کوچیک میکاری، ولی رنگا رنگ، ارغوانی، صورتی، قرمز. اونجا هم یه نانو درست میکنی. ببین یه درخت خوبم کنارش هست. درختش هست، ولی وقتمون کجا بود که از اون نانو لذت ببریم؟ خب بگو ببینم، با خواهرت زندگی میکنی؟ آره. پدر و مادر؟ اونه وقتی من دبیرستان بودم فوت کردن. خدا رحمتشون کنه. ممنون. خواهرت چی؟ ترم آخر معماریه. میخواد شاگرد اول بشه. همینطوری پیش بره میشه. هزینه‌شو تو میدی؟ آره. به دانشگاه تو خارج درخواست داده بود، اگه قبول بشه میخواد از یه خیریه اینجا بورسیه بگیره. بعدش هم فقط بلیط هواپیما و هزینه‌های اولیه‌اش به عهده منه. بعدش هم که کار پیدا میکنه. زندگی یکم بهت سخت گرفته نه؟ راستش وقتی پدر و مادرمو توی حادثه از دست دادم چشمم باز شد. فهمیدم زندگی هیچ ضمانتی بهت نمیده. هیچکی نمیدونه فرداش چی میشه. فقط این لحظه رو میدونیم چه خبره. منم تا جایی که ممکنه سعی میکنم ازش لذت ببرم. اولش توی کارخونه کار میکردم، ولی حقوقش کم بود. بعد برای اینکه شغل دوم داشته باشم گفتم برم خونه مردم کار کنم، دیدم درآمدش بهتره. من از وضعیتم راضیم، ولی الیف یه جور دیگه بار اومده. خواهرم چطوری؟ جاه طلب شده، به موفقیتاش قره شده، ترجیح میده از این زندگی فرار کنه مثل تو. وای ببخشید آقای دکتر، من بازم زیاده روی کردم، نمیتونم جلوی این زبونمو بگیرم، یه هایی از دهنم در. نه اشکال نداره. نمیدونستم از بیرونی اینطوری به نظر میرسم. تعجب کردم. زینب جان نابودمون کردی امشب، عجب غذایی بود، فوق‌العاده بود، دست درد نکنه. وای از دست تو با این دست پختید، من کل هفته رو باید رژیم بگیرم. بفرمایید ببین گلگون جان، برو تو حیاط خونم ببین چه سبزیجاتی داریم. باشه باشه، زینب بهم یاد میده از اینا درست کنم، مگه نه؟ به نظرم عالی بود. نوشه جان. راستی زینب جون، سر شب آقا فؤاد زنگ زد، همون که دیشب با هم آشناتون کردم. قرار بود برای کارای نظافت بیمارستان جدیدش با هم قرار بذاریم. کی وقت داری؟ نه میدونه. میدونه که اینجایین، حتی خیلی هم سلام رسون، ولی میگم میخواین تا اینجایین یه روزو مشخص کنیم، همین که رفتی استانبول بری پیشش، موافقی؟ همین کارو بکنیم. من شرکتی ندارم. به
برای نظافت میرم خونه های مردم. هفته ای سه روزم میرم خونه آقای جان. من با اجازتون میرم. باشه باشه، بفرمایی، خواهش میکنم. ببخشید آقای دکتر، من نمیتونم دروغ بگم، دست و پامو گم میکنم. به نظرم تا امروز که خوب پیش رفت، ولی حرف قرار مدار که شد. راستش برای معذرت خواهی اومدم، تو رو من وارد این بازی مسخره کردم. همون اولش باید میگفتم، ولی فکر کردم دو ساعت میمونیم و میریم. میدونی نخواستم با سوالای بیهوده درگیرت کنم. اشتباه از منه، معذرت میخوام. یه اتاق دیگه برام آماده کردن، تو راحت بخواب، فردا صبح زود برمیگردیم. من حتما تو این هفته قرارداد میفرستم واسه دپارتمان تا که هیچ شکی تو ذهنت نمونه. قبوله؟ خیلی خوشحال شدم. نه به اندازه من. قرارداد که امضا کردی با هم میریم یه رستوران حسابی جشن میگیریم. عالی میشه. خب من با اجازت میرم یه سر به گلگون بزنم. اجازه ما هم دست شما. خیلی خوب، بعدم میبینمت. آه راستی، این دختره حقش نیست انقدر ناراحت بشه. دختره خیلی خوبیه، میدونی که. من مواظبش باش. والی تو را هر جا بخوای میرسونه. من با آقای حمدی باید برم بیمارستان. باشه. من فردا میام خونه شما. اگه کاری داشتین بازم یادداشت بذاری. در ضمن به خاطر همه چی ازتون ممنونم. روز بخیر. من ازت ممنونم. روزت بخیر. همچنین. زینب، پس تو امروز احیانا خونه من نمیری؟ نه، یعنی نوبت خونه شما فرداست. اما فرید خانم اینا خونه نیستن. میخواین یه سر برم خونه برای خواهرم غذا درست کنم، لباس عوض کنم و بعدش بیام خونه شما رو مرتب کنم؟ ولی خونه شما تمیزه. نه من چیزه، میخواستم بگم نمیخواد امروز بیای، لازم نیست. منظوره هر دومونم یکی بود. خیلی خوب، پس بعدم میبینم. ساندویچ همیشگیتون حاضر آقای دکتر. بیرون میخورم سرما، کسی مزاحمم نشه. گوشیم پیش تو بمونه. چی شد چی نشد، همه چی رو باید مو به مو برام تعریف کنی. یا دختر بهت گفته باشم یه پیام گذاشتی یه عقبت زد. دو روزه داشتم از نگرانی میمردم. اه ول کن اینا رو، بیا بشین ببینم چه جزیره ای، چه تحصیلاتی. آخه دختر میگم نکنه طرف عاشقت شده باشه. آره به این پیشنهاد ازدواج داد. چی؟ دختر دختر بگو ببینم چی شد. شستاست تو آب سیره کن. ببین میخوای عروس یه دکتر بشی. گفت بدون تو نمیتونم زندگی کنم. گفت اگه زندگیم بدون تو بگذره میمیرم، ذلیل میشم.
بکش دست تو. خدا لعنتت کنه. حالا منو سر کار میذاری؟ منم باور کردم ذلیل میشه. تام ساده یا دختر منو میخواد چیکار؟ دختر یعنی چی که تو رو میخواد چیکار؟ یعنی چی بهتر از تو کیو میخواد پیدا کنه ها؟ اگه اینطور بود چرا تو رو با خودش برد جزیره؟ چرا نداره که رئیسش ما رو سوار هواپیماش کرد. نفهمیدیم چی شد ما رو برد ویلاش تو جزیره. دکترم که نمیدونست چه خبره. یه رو اصلا نذاش ما جون بخوریم. طرف هواپیما داره. جزیره داره بابا، هواپیما که پیشش چیزی نیست. آگه دختر عجب پولداریه. خب بعدش چی شد؟ بعدش هم که یه شب اونجا موندیم. شب اول که نزدیک صبح رسیدیم. اون که اصلا به حساب نمیاد. تو یه اتاق موندیم؟ تو برای چی میخوای بدونی توی اتاق موندیم یا نه؟ اصلا توی یه اتاق موندیم مگه چی میشه ها؟ چه میدونم من؟ گفتم شاید اونجا رومانتیک بوده دکترم که انگار ازت خوشش اومده، وگرنه چرا باید تو رو میبرد اینجور جاها؟ خوب ها؟ معلومه واسه اینکه دخترها یه موضوعه مدک کنه، یعنی یه جورای نیتش سوری بوده. اما به نظرم آدم با شخصیتیه. بعدم نشد. خب حداقل نمیگم تا حالا سوار هواپیما نشدم. عکسا چی؟ دیده اما چیز جدیدی نگفت مثل همیشه. آبچی؟ آبچی؟ چی شد دختر؟ قبول شده. خدای شکرت، خدای شکرت. آره میرم. تبریکی میگم عزیزم. خدا رو شکر عزیز دلم. وای 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 استاد، مگه میشد شما رو توی حیات وسط گل بلبل دید؟ مایلم بدونم این افتخار مدیون چیم. یکم خواستم خلوت کنم. آره خلوت کن، اما خب بیمارستان کوچیکیه، همه جا پر شده از خبر جزیره. گفتم حواست باشه دیگه، بخوای نخوای حرف و حدیثا دست از سرت بر نمیداره. عجب آدمی هستی تو، دختر خدمتکارو برمیداری فرار میکنی جزیره. میگم خیلی نزدیک نشینم بعدش یه وقت نوبت من نشه. باشه بابا ناراحت نشو، رازت پیش من میمونه. نمیدونن دختر کیه یا چی. اسمشو گذاشتن زن مرموز. پشت چطه پسر؟ چی این سکوت و خیره شدن و رفتن تو فکر؟ چیزی نیست. میخواستی چی؟ یعنی چی چیزی نیست؟ مثل این خرگوشا شدی که تو نور خیره میمونن. نگو که عاشق شدی. نه بابا. چی و نه بابا؟ پس این قیافه مسخره چی میگه؟ تنهایی تو طبیعت غذا خوردن و فکر کردن؟ گفتم که خستم. ولی نذاشتی راحت باشم. اون کیه؟ من کیم؟ ای بابا مبتلاتم آقای دکتر. طوفان جان، به نظرت اگه من دکتر نمی شدم چی می شدم؟ مطمئنم یه احمق درجه یک. بعدش برات یه عالم اسباب بازی می خرم. باشه خانی اون پرونده تون. وای 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 وای، جناب آرس داری میری؟ مرخص شدیم دکتر، دستتون درد نکنه. اگه خودش انقدر قوی نبود ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. وقتی اومدی برای کنترل بازم میبینمت. تا اون موقع داروهاتو به موقع میخوری. مامانت هم خسته نمیکنی. از مامانت میپرسم باشه؟ آفرین. اومدیم برات یه سورپرایز کوچیک دارم. از اینا اسباب بازی شو دیدم. شاید یکیشونم مال تو باشه. خیلی خوب دیگه، برو ببینم چی کار میکنی. آقای جان اینا چیه؟ سبزی های زینب خانومه، تو ماشین جا گذاشته. نمیدونم بدم به شما یا ببرم دم خونشون. باشه من حلش میکنم. شب بخیر. شب بخیر دکتر. پخش دوبله فارسی از موبیکس مدیا تیوی. کجا رفت؟ گفت میخواد با دوستش جشن بگیره. به نظرت قبل رفتنش تموم میشه نه؟ خیلی خوشگل شده، چیزی هم ازش نمونده.
میدونی این تیشرت بچه کیشه؟ 7-8 سالش بود، میکشتیش هم نمیذاشت از تنش در بیاریم. خیلی دوستش داشت. کی میخوای باهاش حرف بزنی؟ یعنی اگه دیر بفهمه نمیبخشتت؟ بذاریم پروژش هم تموم شه، فقط یه هفتهش مونده. اگه فکرشو مشغول کنم اینطوری آیندهشو به خطر میندازم، میفهمی؟ نمیشه. بذارین هفته هم بگذره بعد. دختر، آقای دکتر جواب بده، بود زود باش. الو آقای دکتر. زینب، من این سبزیجاتو گذاشتم تو زودپز، نمیدونم چقدر باید بمونه. تو ماشین جا گذاشتم. جا گذاشتم؟ خب خودم درستشون میکردم، فردا که اومدم. فردا؟ آخه مگه تو فردا قراری بیای؟ آره؟ چیزه، من دلم خواست درست کنم، ماهی و گوشتم تو خونه نبود، گفتم درستشون کنم، البته اگه بتونم. خب چند دقیقه شده که گذاشتیش؟ 20 دقیقه اینطوریا. حتی الان داره از زودپس صدای ناجوری هم میاد. خب 20 دقیقه که خیلی زیاده، یعنی چه جور صدایی میاد؟ چقدر آب ریختین؟ والا یکم میگم نترکه یه وقت. از آشپزخونه بریم بیرون. برم بیرون. چی شد؟ چی شد دختر؟ توالت خوبه؟ الو؟ الو جان؟ خوبم خوبم. وای خدا رو شکر، چیزیت که نشد؟ یعنی میگم وای خدا، من حالم خوبه، اما نمیشه گفت آشپزخونم حالش خوبه یا نه. اوه اینجا مثل میدون جنگ شده. به نظرم بهتره من الان بیام اونجا، تو که نمیتونی تمیز کنی. باشه، پس من رانندمو میفرستم دنبالت. باشه باشه، من الان میام. آیه بابا، بذار اینا رو جمع کنیم، سورپرایز الیف نبینه. زود باش جمع کن دیگه. میخوای بری آشپزخونه رو جمع جور کنی؟ مگه نشنیدی یارو زود پزش ترکیدا؟ آره، وای وای وای، خیلی خوب خیلی خوب، ولش کن اینا رو، ول کن، من جمع میکنم، تو برو حاضر شو. اونطوری هم که دوست داری زندگی کن، برو بودو. خوش اومدی. خیلی ممنون. ببخشید این وقت شب به زحمت دادم. این چه حرفیه؟ بذار ببینم اوضاع چطوریه. خب سعی کردم هر کاری از دستم برمی اومد انجام بدم. خب دکتر چی میگی؟ امیدی هست آشپزخونم زنده میمونه؟ باید ببینیم. بذار کمکی. بذار خودم تمیز. نمیشه نمیشه، با هم انجام بدیم، زودتر تموم میشه. باش. خب خب میخوای از اینجا شروع میکنیم؟ اول این توفاله ها رو تمیز کنیم، بعد توفاله؟ آره خوب پخته و پلاسیده شدن. خیلی هم خوب پخته بودم، کاملا پخته بودم، ولی بدشانسی آوردم. اونایی هم که حسابی له شدن هم میبینی که اون بالا هست. بذار همشون اون تو بریزیم. آره آخه اینا بازم ببخش. آره. ببخشید. خیلی خوب. بذار اینا رو هم از اینجا برشون دارم. بده من ببرم. بده. نه Hey you.
Hiçbir yol yarılanmıyor. Uzadıkça uzuyor. Kal demiyor. Söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüyor. İçinde salınıyor. پانس دخترم جراحی مغز داری میکنی، مگه جراحی عمومیه؟ وقتی میگم پانس اینو میدی؟ تو هم به جای اینکه درستش کنی فقط نگاه کن. یزمه گنلنه کویسم یمین توتسا قلبم بینی بیلیر میدین یوک اولمویور istemekle bitmiyor. Hiçbir yol yarılanmıyor. Uzadıkça uzuyor. Kal demiyor. Söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüyor. İçinde خدایش دختر خوشگلی. اون شب تو مهمونی دیدمش یه لحظه هنگ کردم. اون چیزی که معلومه رو نذار من بگم. آره دختر خوبی، ولی واسه چیزی که ممکنیست دلش رو نشکن. دیشب خونه من بود، بری؟ بیا تو. گفتی امشب میخوای تو خونت رو مقالت کار کنی آقای دکتر. گفتم شاید این بد نباشه. وقتی مقاله مینویسم معمولا قهوه میخورم، اما بازم ممنون. الان برات میریزم. برو بشین. برو. ممنون. خونت خیلی قشنگه. لطف داری عزیزم. اگه من تا اینجا نمی اومدم این شیرینی رئیس شدن تو می پیچوندیم. ممنونم که اومدی. به افتخار ادامه داشتن موفقیتاتون جناب توزمن و به افتخار امتیاز شراکتتون تو بیمارستان. بهتره به شراکت نگیم. ببخشید. الو سلما؟ دکتر یه مریض اورژانسی داریم که با سردرد و سطح هوشیاری پایین آوردنش اینجا. دارم میفرستمش سی تی اسکن. باشه، من الان میام بیمارستان. تا 15 دقیقه دیگه اونجام. تو مریض آماده کن. باید برم بیمارستان، مریض دارم. خیلی معذرت میخوام. یه وقت دیگه جشن میگیریم. تو لطفاً راحت باش. هر وقتم دلت خواست درو ببند و برو. فقط یه آدم احمق دکتر، یه دکتر احمق جراح و یه جراح احمق جراح مغز حساب میشه. زحمت کشیدی اومدی. مثل همیشه لطف کردی. به خاطر شما همیشه حاضرم. شب بخیر. موفق باشی. دکتر جان. سلما. تو اینجا چی کار میکنی؟ ما
مادرم حالش بد شده بود و بردمش اورژانس. عفونت چیز خاصی نیست. شما برای چی اومدین؟ جای بهتری برای رفتن پیدا نکردم. میخوام کارمو اینجا انجام بدم. به خاطر تلفنت ممنون. نجات مهم نیست. خدا بد نده. ممنون. چی شده عزیزم؟ خوابم نبود. چرا؟ از خوشحالی دارم میرم آمریکا. ببین من یکم تحقیق کردم. ترم اول تو خوابگاه میمونم، بعدش یه اتاق میگیریم. تو هم میای اونجا پیشم. بعد یه کار نیمه وقت پیدا میکنم. اما تو اونجا نباید کار کنی، باید کیفشو ببری. دیگه مثل اینجا لازم نیست شب و روز تو خونه اینو اون کار کنی. من از زندگیم راضیم. بعدم حالا وایسه ببینیم. بذار اون روز برسه. فرشته من، هیچ وقت شکایتی نداری. برای سورپرایز های بعدی میذارمشون اینجا. صبح خیر. صبح خیر. جان رفته بیمارستان، منم داشتم میرفتم. تو میتونی نظافتتو بکنی؟ یکم اینجا رو به هم ریختیم، ببخشید. با گلگون حرف زدم. جان چه آدم عجیبیه مگه نه؟ خب پیش پیش خسته نباشی. دکتر جان، بعد از دیشب امروز هم یه عمل 6 ساعته داری. خسته نباشی. خدا رو شکر که به خیر گذشت. حال عمومی مریض خوبه، مشکلی نداره. میخوام برم خونه بخوابم. به خاطر دیشب معذرت میخوام. منم دیشب خیلی خسته بودم، نتونستم برم خونه. تو خونه تو خوابیدم. خوبه که اون دختر صبح اومد، حتما چیزایی که به هم ریخته بودم و مرتب کرده. دکتر بریم. دارم میام. دم در یه صحبتی هم با هم کردی. دختر خیلی خوبیه. خیر باشه دکتر، باز کیو میخوای نجات بدی؟ این دفعه خودم. چه آدم پر روی، اصلا باورم نمیشه. همین دیروز با تو بود، امروزم با یکی دیگه. واقعا که اصلا این طرف مگه نفهمی تو چقدر حساسی؟ تعجب نداره. میخواستی چی بشه؟ میخواستی با یه دختر نظافت چی دوست بشه؟ ناسلامتی پروفسور واسه خودش. امان از این عصبانی نشدن و خونسرد بودنت منو دیوونه میکنه. عصبانی نشدی؟ نشدی که شدی این دیگه. من چی شدم؟ ها؟ چی شدم باده؟ چی شدم؟
میگم چه خوبه که داریم میریم. دختر زشتیای زندگی رو همیشه ما باید پاک کنیم. یه بارم ازش لذت ببریم. ببین صاحب کارای من چه به موقع رفتن ایتالیا. بریم یه هفته تو ویلا حسابی خوش بگذرونیم. از زندگی لذت ببریم. حسابی کیف کنیم. خیلی خوب باشه باشه. من از دیروز اعتراضی ندارم. تو هم وسایل تو جمع کن. منم میرم لباس رو از بند میارم بعدش میریم خب؟ اگه اون دکتره رو گیر بیارم اگه بیافته دستم حیوان عوضی اولاق دختره رو صاف و ساده گیر آورده. روز بخیر. من با زینب خانم کار دارم. دکتر جان توز منم. مهمون نمیخواد؟ اینجا. زینب لطفاً اول اجازه بده حرف بزنم. تا برسم اینجا کلی فکرم رو جمع کردم. نظر حرفم نگفته ببینن. راستش میخواستم ما یعنی نمیدونم مایی وجود داره یا نه، ولی اگه هست نمیدونستم چه جوابی به بقیه بدم. آمادگیشو نه جان ببین من خواهش میکنم حرفم رو قطع نکن. همینجوری هم فکرم به هم ریخته است. ولی اینجا هم اینجا هم تا حالا اینجوری برای کسی نمیتپید. اینو مطمئنم، اینو خوب میدونم. من فقط میخوام صبر کنم، یکم بهم زمان بده. نمیتونم بدم. ببین اگه به خاطر برینه، اون خودش دیشب اومد خونم، ولی من اومدم بیرون تا صبح منتظرم مونده. تو خونه من خوابیده ولی من تو بیمارستان بودم. بعدش وقتی اومد و گفت که تو رو دیده، لطفاً بهم اعتماد کن. میفهمم. ولی من وقتی ندارم که به تو بدم. زینب، میتونم برای توضیح بدم ولی برای منم کار سختی. زینب. تومور من جای خیلی بدی قرار گرفته. هیچ دکتری نمیتونه وارد اون گوشه مغزم شه. اگرم پیداشه ممکنه تا آخر عمرم تو بیمارستان بمونم. احتمال اینکه از اتاق عمل زنده بیام بیرون فقط 5% واسه این احتمال کوچیک نباید ریسک. بستگی به خون ریزی بعدی داره. اگه خوششانس باشم فقط چند ماه میتونم زنده بمونم. تو که گفتی دوستت؟ نبود. اینا هم چیزایی نبود که ندونم، ولی همینه. باشه باشه زینب، خیلی خوب اینطوری نکن. باشه دوباره توموگرافی میکنیم، دوباره بررسی میکنیم، من با بقیه مشورت میکنم. خواهرم باید برای آمریکا. چه خواهر؟ تو نفرستمش بره تا پول لازم واسه رفتنش جمع نکنم. هیچ کاری نمیکنم. زینب میشه الان بیخیال خواهرت بشی؟ من به حرف دکترم هم گوش دادم. با باده میخواییم بریم سفر، میخواییم روزای آخر ما به خوبی و شادی بگذرونیم. ولی تو اگه تو حتی یه لحظه هم به خاطر من ناراحت بشون و قید همه چی رو زینب تو چی داری میگی؟ خواهش میکنم بلم کن. انقدر دیر پیدات کردم زینب که نمیتونم ولت کنم. به این زودی ولت نمی کنم. با من
کجا؟ خوش بگذرون. یعنی چی؟ مگه نمیخواستی فرار کنی؟ مگه خوشی اون روز جزیره تو دهنمون نمونده؟ خیلی خوب زود باشی. باشه، ولی تو یه لحظه هم وقت آزاد نداری. برای یه بارم که شده نمیخوام زندگی رو از دست بدم. منو آلوده کردی، حالا میخوای جلومو بگیری؟ ببین، منم میتونم تو لحظه زندگی کنم. بیا دیگه. بذار حداقل وسایلمو بردارم. نمیخوام سرم را میخری. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. بیا. روز بخیر. یه هایی اومدیم داخل، ببخشید. میشه یکم بمونیم؟ بوی بارون حس میکنی؟ با تمام وجودم. به هم قول بده هیچ وقت یادت نره که این برو نفس بکشی. قول میدم، قول میدم. زینب. بله جان. زینب، یه راهی برات پیدا کردم. خیلی در موردش فکر کردم، باور کن. ببین، چندین بار تو فکرم این جراحی رو انجام دادم، چندین بار مرورش کردم. دلیلی نداره جواب نده. متدیه که تا حالا امتحان نشده، ولی چرا جواب نده ها؟ هر چیزی راه حلی داره مگه نه؟ خواهش میکنم بهم اجازه بده. خواهش میکنم. نکنه داری شوخی میکنی؟ مگه میشه؟ قسمت قدامی، راحت میتونم واردشم. قبلا سخت تر از اینم انجام دادم. باشه، ولی خب نه دیگه تا این حد. ببین اگه کاری نکنیم این دختر بیمار رو از دست میدی. میدونی چقدر احتمال داره تو اتاق عمل از دستش بدی؟ تو بگو. خودت میدونی، ولی بازم میگی بیشتر از 90%. برای این جراحی احتمال 10% هم کافیه، یا که گزینه بعدی مرگ حتمیه. برادر ببین، احتمالات بعد از جراحی هم در نظر بگیر. اگه بره تو کما و نتونه از کما خارج بشه چی؟ یا اگه مجبور بشه تا آخر عمرش به دستگاه وابسته بمونه چی؟ آها، دیگه از اینه های توی بیمارستان موندنم یادآوری نکنم. اگه مهارتی دارم، همین یه ذره استعدادی که بهم داده شد، برای استفاده ازش دلیلی بهتری پیدا نمی کنم. تو بسر مزخرف نگو، با این حال عمرن نمیتونی. هیئت پزشکا نمیذاره. حرف تو براشون مهمه. اگه تو حمایتم کنی دکتر جان، نمیتونم بذارم دستی دستی خودتو تو درد سر بندازی. آره،
تو ماهری، توانایی داری، دکتر جان توزمن معروفی، ولی خدا نیستی. اون تومور از کجا اومد؟ چرا این همه سم کردی؟ سر نکردم عزیزم، پرسجو میکردم ببینم میشه کاری کردی یا، ولی به من نگفتی. الیف ببین، امسال برای تو خیلی مهمه، میدونم که چقدر مهمه. امسال دیگه چی اصلا مهم نیست؟ فکر میکنی تحقیق نکردم ببینم میشه کاری کردی یا نه؟ فکر میکنی قبول میکنم اینطوری بشه؟ آره قبول میکنی، قبول میکنی، قبول میکنی منو ول کنی و بری. آخه چطور میتونی؟ میخوای منو اینجا تنها بذاری؟ من تنهایی چی کار کنم؟ من به جز تو کیا دارم مگه؟ اول مامان، بعد بابا، حالا تو. نمیخوام دیگه، نمیخوام، تو رو خدا نرو. حرف بزن، چرا ساکتی؟ یا چیزی بگو. جان میگه میتونه درمانم کنه. اگه نتونه چی؟ اون موقع چی کار کنم؟ همونجا ولت کنم و بیا؟ قسمتی که باید باز بشه رو مشخص کردم. از همونجا داخل میشم و تو در رو خارج میکنم. دکتر طوفان، میتونم نظر شما رو بپرسم؟ پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. وضعیت بیمار اونقدر خوب نیست که بتونه این مدت بیهوشی رو تحمل کنه. روش کاری که استاد مطرح میکنن معقوله، ولی تا به حال هیچ جا استفاده نشده. به نظرم درست نیست چنین ریسکی بکنیم قربان. ببینید، این بیمار یه خانم جوونه، احتمال مرگش در حال افزایشه. قبلا 2-3 بار خون ریزی داشته، بعد از اولی 4% و بعد از دومی 25%. حالا هم خدا میدونه احتماله مرگش چقدره. یعنی اگه ما کاری نکنیم دیگه نمیشه جلوی مرگ بیمار رو گرفت. خب راستش شما دارید در مورد یه تومور مغزی صحبت میکنید، اگه همه چی برعکس پیش بره و بیمار از دست بره چی آی دکتر؟ تو این شرایط منم حق حرف زدن دارم. به خاطر مسائل شخصی شما نمیتونم اجازه بدم اسم بیمارستان بدنام شه. خیلی خوب، این که بقیه چی فکر میکنم برام اصلا مهم نیست. برای همین من کار خودم رو میکنم. این لباسم نگه داشتیم، هر چیزی که دوست داشتیم و نگه داشتیم، همش رو اینطوری همیشه پیشت. آبجی من بدون تو نمیتونم، این ناحقیه. من اولین قدمای تو رو دیدم، تو بغل مامان خوابیدم، دست بابا رو گرفتم رفتم مدرسه، گلای کاغذی داشتم،
ما اون درخت توت قدیمی که خیلی دوستش داشتم. موفقیتای تو رو تماشا کردم، تو رو شونه هم خوابوندم، با باده چه قهقه هایی که نزدم، چه چایی هایی که دم نکردم. عاشق آدمی شدم که قلبم رو از جا کرد. زندگی همین چیزاست، میدونی که همین زندگی که ابدی به نظر میرسه، چیز دیگه ای نیست جز همین. برای همین من تو این زندگی که تجربه کردم هیچ ناحقی نمیبینم. همینو میفهمی و وقتی فهمیدی میبینی که چه دختر قوی شدی عزیزم. مطمئنم که میبینی. دکتر طوفان، مزاحمتون شدم، ببخشید. دکتر جان یه بیمار با خونریزی داخلی داره که باید فوراً جراحی بشه، منتظر شما هستیم. الیف جونم از خدافزی حرفی نزن، مطمئنم از اتاق عمل بهتر از اینه که رفتی تو میای بیرون باشه. فهمیدی؟ تیم جراحی داره آماده میشه، یکم دیگه میریم اتاق عمل. بیا عزیزم. من هیچ حسرتی ندارم، هرچی بشه اتفاقیه که باید می افتاده، نتیجه هرچی که می خواد باشه. اینو فراموش نکن دکتر. و اینکه
وقتی بارون میباره یادت نره که خاک نم کشیده رو نفس بکشی. باشه، بهم قول بده. عزیزم باش. دوست دارم، خیلی دوست دارم. منم. دکتر، اتاق عمل حاضره. مطمئنی که بیمار خون ریزی داره؟ به کارمون برسیم طوفان. این وقت شب دروغ گفتی و تیم جراحی جمع کردی. خب چیزی هم نشه باید بری کمیته انضباطی. اگرم که دختره رو تخت جراحی جون بده رو دیگه نگم. دکتر طوفان، لطفاً به کارمون برسیم. سلام دکتر، شبت بخیر. شب بخیر دکتر. شب بخیر. میرین اورژانس؟ نه، برای ویزیت یکی از بیمارام اومدم. شیفت چه خبر؟ خبر خاصی نیست، فقط یکی از بیمارای دکتر جان با خونریزی اورژانسی اومد. سری بردنش اتاق عمل. کی؟ زینب پرچی. اسپری. تلفن رو بردار، گزارش رو بگیر. شب بخیر دکتر طوفان، بیمار خون ریزی داشت؟ شب بخیر خانم دکتر. از دکتر طوفان پرسیدم، بیمار خون ریزی داشت یا نه؟ نداشت. ببین جان، داری درد سر درست میکنی. با این کارت نه فقط من بلکه همه تیم رو زیر سوال میبری. امیدوارم کارتو خوب پیش ببری. اگه اینطور نشه این قضیه رو همینجوری ول نمیکنم تا جایی که بتونم مجوز پزشکی تو باطل کنم. مسئولیت همه چی رو خودم کردم میگیرم. اون تلفن رو قطع کن. قطع کن. شستشو. خوبه. پانس چرا نکردی؟ ها؟ چی کم بود؟ خیلی چسبیده. چرا نتونستی؟ بیمار زینب نبود چی کار میکردی؟ زیاد که بازش نکردی ها؟ برشو بزرگتر کن، درش کن. خیلی خوب، یه دور دیگه فکر کن، تمرکز. نمیتونی اینجوری ولش کنی. با
برشو بزرگتر کن، راه دیگه ای نداریم، نمیتونه اون تومور لعنتی رو تای مغزش نگه داره. باید روش رو تو عوض کنی، باید یه کاری بکنی. یه بار دیگه فکر کن، از اول فکر کن. چی کار نکردی ها؟ عکس ها، آره عکس ها. اون عکس ها رو یه بار دیگه ببینم. اندازه ها رو باید دوباره چک کنی. خدا لعنتت کنه، اینا خطا دارن، اندازه ها اشتباهه. اشتباه باز کردیم، برای همین نتونستیم کاری بکنیم. خیلی خوب فهمیدم طوفان، از اول شروع میکنیم. خیلی خوب از اول شروع میکنیم بچه ها، پوزیشن رو تغییر بدیم. این بار از سمت جانبی باز میکنیم. به جمعه زود باشیم. برادر تو تلاشتو کردی، قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد دست بردار. اگه خون ریزی کنه نمیشه کارش کرد. طوفان فهمیدم مشکل کجا بود، اشتباه کرده بودیم. الان حل مانیتورش کن. خیلی خوب، به برنا خبر بدید سریع بیاد، ما هم شروع میکنیم. استاد موقعیت رو تغییر دادیم و حاضریم. خوبه، شروع میکنیم. پنس اسپری کن. استاد پرستار مروه و پرستار نریمان اجازه میخوان که شیفتشون رو عوض کن. عوض کن. نه من میمونم دکتر. حاکم بتونم اینجا رو اسپری کن. زود باش. اینجا رو. طوفان. از قسمت جانبی که باز کردیم خوب شد. تومور رو دارم میبینم. عالیه. زود باش. زود باش. آره سرفکندم نکن. نکن خون ریزی کرد. طوفان خون ریزی کرد، اما نمیبینم از کجا. سرام بردی و باز کنید و جلوی خون ریزی رو بگیریم. پرستار فوندا بجنبید، عجله کنین دیگه، بجنبید. فوندا اون وسایل رو بچین اینجا، همشون لازمه. اون وسایل چرا قبلا نچیدید؟ زود باشید، یه سرام دیگه بیارید. نمیتونم ببینم کجا خون ریزی کرده. بدش من اینو، بدش من. طوفان حواست به فشار باشه. کار خودت برس، تو کار من دخالت نکن. جلوی خون ریزی رو باید بگیریم. اسپری کن. اگه منشش رو پیدا کنم، اگه ببینمش، جلوش رو میگیرم. زود باش، یکی دیگه باز کن. خون ریزی قطع شد. خیلی خوب. خوبه. یکم صبر کنید، دوباره ادامه میدیم. صبر کنید، خواهش میکنم. آره قطع شد، ولی قلبش داره اشکار میفته. قلبش، چی کارش کردی؟ زیادی فشار آوردی، آسیب زدی، چی کار کردی؟ آتروپین بیارین، زود باشین. بله چشم. بجم، بجم. زود باش، سریع. دستگاه شوک آماده کن، آدرنالین آماده کن، هر 5 دقیقه یکی میخواد. الان اولیشو تزریق کن، زود باش. سریع، چند تا پرستار خبر کنید. زود باش. بله چشم دکتر. خوبه، همینطور خوبه. نگهش دار. فیبریلاسیون. دستگاه بیار جلو، زود باش. بله دارم میام. کمک کنیم بعد تخت عوض کنیم. زود باش. حاضره؟ بله حاضر. حاضره؟ بله. شوش. خیلی خوب نشد، یه بار دیگه ببرش بالا سر. زود باش. حاضره؟ بله حاضر. شوک. یه بار دیگه. آماده؟ یه بار دیگه. زود باشین. آماده؟ بله حاضره. شوک. یه بار دیگه. دوباره بذارش رو 200. حاضره؟ بله حاضره. این آماده است، خدمت شما. شوک نشد، دوباره رو 200، رو 200. آماده؟ خدا کمک. Thank you.
خواهرم چطوره؟ تو مراقبت های فیش هست، منتظریم به هوش بیاد. تومور چی؟ جاش خیلی خطرناک بود. حالا کاری که یادمون داد و باید انجام بدیم. هر لحظه باید طوری زندگی کنیم که انگار آخرین لحظه عمرم. تا که اون روز برسه. ببینم الیف گفت کی میاد اینجا عزیزم؟ باید یه سر برم بیمارستان، بعدش هم میرم خرید. اگه چیزی لازمه بگو بخرم. میخوام برای شب کباب درست کنم زینه. زینه؟ ببین چقدر قشنگن، تو این فصلم گل دادن. یعنی من 2 ساعت تو خونه دارم برای خودم حرف میزنم؟ آره؟ عشقم ببخشید نشنیدم. تو فقط بهم بگو عشقم، من میبخشمت. اوه تو آشپزی حسابی پیشرفت کردی یا دکتر؟ آره استادم خوب بود. میگم برای شب که الیف اینا میان کباب درست کنیم، نظرت چی؟ صبر کن بذار کاغذ و قلم بیارم، چیزی که لازمه. بابا زینب بیا 2 دقیقه بشین دیگه. زینب بیا یکم بشین. اومدم. الان صبحونمونو میخوری؟ بعدش وقتی تو داری تو نانو استراحت میکنی من میرم خرید. قبوله؟ قبوله. خوبه. بخور تخم مرغ سرد. نوشه جونت. ببین مزهش چطور شد؟ اینم برای زنداداش ببر دکتر، الان فصلشه. دست درد نکنه. در برابر زحمت های شما چیزی. ولی از چکابا غافل نشی. خسته نباشی. ممنون، به سلامت. خداحافظ.